نه ببخشید من آدم احساسی هم یعنی بلد نیستم حرف بزنم. شما اذیت نکنید. ببخشید شرمنده هم این طرز گفتگو نیست ولی خب واقعا اینه که فقط صحبت کردن راجع به جنگ و تروماست و شما فضای حضور رو دارید توی جنگ، مواجهه با جنگ. اصلا من خیلی نوید خیلی هم میان به من میرسن میگن والا تو چقدر شجاعی تو فلان اینا، میگفتم شجاع مثلا متوجه نیستن که من شجاع نیستم ولی فکر میکنن من مثلا شجاعم. بعد میگم ما دوست داریم بریم جنگ عکاسی کنیم اینا. میخوام بگم واقعا شما یه وظیفه برای خودتون تعریف کنید و اون وظیفه خودتون اگه تو جامعه هم انجام دادید خیلی کار بزرگی کردید. پا بذارید تو این همچین فضایی دیگه نمیتونید برگردید، هزینهش خیلی بالاست. بی خیال جنگ بشید، بی خیال این که عکاس جنگ بشید، یعنی اصلا نرید توی اون مقوله. سخته. آقای صادقی اینجا بودن 40 سال پیش این عکس ها رو گرفتن، هنوز تو اون فضا و هنوز هم تو اون فضا خواهند بود، چون هر روز یکی از اینا میاد مثل یه پرده ای، مثل یه فریمی، هر روز یکی این چشم اون چشم اون اتفاق اون اتفاق رو ولت نمی کنه. آقای محمد شما تو جایی حضور داشتید، مثل من جنگ تو هالیوود دیده و افکار سرکر مختلف دیده و تو ویدیو گیم ها دیده، تجربه کاملا متفاوت بود. شما با مرگ روبرو بودید، با جسد روبرو بودید، با ویرانی روبرو بودید. ولی توصیه میکنید به همه که وارد مقوله عکاسی جنگ نشن. پس اون رسالت اجتماعی عکاس چی میشه؟ پس کی باید آینه تمام نمای حقیقت باشه اگر کسی از جنگ عکاسی نکنه؟ پشیمونه؟ نه پشیمون نیستم، ولی میگم جنگ که سرمایه گذاری میکنید روی عکاسی جنگ، برین توی زمین های سرمایه گذاری کنید که باعث ادب رخ دادن این اتفاقات بشید. وقتی این اتفاق رخ داد بازم یه آدم هایی مثل من هستن که برن اونجا، ولی اگه شما جای بهتری بشینید که مانع این اتفاقا بشه خیلی کار بزرگتریه. من اونجا کاری نمی کنم، من اونجا فقط ثبت میکنم. کاش این اتفاقات نبود که من ثبت کنم. یعنی شما الان که وقت دارید سعی کنید یه جوری زندگی کنید که به یه جایی برسید که مانع این اتفاق بشید، اون موقع با ارزش‌تره. مثلا شما یه قدم مثبت برداری، یه جنگ رو یه ساعت یه روز به تعویق بندازی اصلا رخ نده، اتفاقی خیلی بزرگتریه که شکل گرفته. برای همینه میگم وقتی این اتفاق افتاد بالاخره یه آدمایی هستن که برن این کار انجام بدن، میدونید. ولی اگر انتخابی هست حتما شما معترضید به این وضعیت، یه کاری بکنید که این نه به سهم خودتون، یه کاری بکنید که این اتفاقا رخ نده. ما داریم متوجه میشیم که جنگ جهانبینی یونس محمد رو دچار چه دگرگونی کرده، ثمرش پیش رومون نشسته. خب ببینم یونس محمد دوست داره دنیا رو چطور ببینه بعد از جنگ، بعد از تجربه جنگ، برکاسی از جنگ چه دنیایی رو متصور میشه؟ من قبلا برام مهم بود که کردم یا فلانم یا اهل کجام، ولی الان برام مهم نیست. برام مهمه که انسانم و همه رو به چشم انسان میبینم و این فکر میکنم چیزی که ما هممون فراموش کردیم. یه برچسبایی به خودمون میزنیم از نظر جغرافیایی، میایم میگیم که ما متعلق به فلان جاییم، اسممون افغانیه، ایرانیه، آمریکاییه. از نظر ایدئولوژی میام یه برچسب دیگه میزنیم، میگیم ما مسیحیم، ما مسلمونیم، ما فلانیم. نمیدونم این برچسبا همش موانعی هن که نمیذارن ما تو مسیر انسانیت قدم برداریم، تو مسیر متکامل شدن قدم برداریم. ما فکر میکنم اون نمیدونم 7 مرحله یا 7 آسمون یا چیزایی که میگن همین
دم دست خودمونه، فقط باید ببینیم و از یه مرحلهش به مرحله دیگه بریم و هی بریم تا پیدا کنیم که اون کمال. حالا نمیدونم همه با هم شاید بتونیم یه ببین، من یه نکته دیگه میگم. من البته خب یعنی کاری به اعتقادات دینی ندارم کاملا. ما یه موقعیتی رو تعریف میکنیم به اسم بهشت. من میگم ببین این بهشت رو داره خدا به ما میده یا خدا داره خارج از ما. من و شما بیاین با هم بهشت درست کنیم تو همین فضا. برای بهشت درست کردن چی میخوایم؟ من تو رو دوست داشته باشم، تو منو دوست داشته باشی، تو به من احترام بذاری، به عقایدم، من به تو احترام بذارم، به عقایدت. ما اگر مرد میدونیم بیایم همینجا بهشت درست کنیم، از خونمون شروع کنیم، خونمون بشه بهشت، شهرمون بشه بهشت، جامعهمون بشه بهشت. اگه قراری یه کسی یه جای دیگه یه بهشتی بهمون بده، اون بهشت مال خودمون نیست. حالا ما رفت یه اصول دیگه ای داره اون بهشت. بیایم اصلا تمرین کنیم یه بهشت خودمون درست کنیم، بعد بریم بهشت بهشتای دیگه. جنگ تموم شده، شما اتفاقات بعد جنگ رو هم پوشش بدید. قرار هست از جنگ گذر کنیم، بعد از جنگ به سراغ چی میریم؟ والا دوست دارم، واقعیتش اینه که دوست دارم از این فضا بیام بیرون، ولی با نمیدونم میتونم یا نه. یه جورایی انگار یه جورایی من متأثرم از مسائلی که حجم زیادی از مردم رو درگیر کنه. مثلا اگه من اینجا عکس گرفتم، خدای نکرده فردا سیلی بیاد، این من نمیگم من رفتم جنگ عکاسی کردم، نه میرم چون قراره حرف مردم بزنم یا سعی کنم نمیدونم میتونم یا نه، سعی کنم خودم رو باز اونجا پیدا کنم یا سعی کنم بتونم به اونها یه کمکی بکنم، که هیچ کدوم از اینا فقط یه احتماله. یعنی آیا باز رفتن تو اونجا به من کمکی میکنه که من متکامل تر بشم؟ یه سواله. اصلا من کار من میتونه به اونا کمکی بکنه؟ باز یه سواله. ولی همش ترایه، همش تلاشه، همش سعی کردنه. امیدوارم که اصلا اتفاقی اصلا بحران آنچنانی حداقل دوربرمون پیش نیاد که من اصلا تو خونم با بچه هم بشینم بازی کنم. ولی اگر پیش بیاد حتما خونه نیستم، حتما اونجام. حالا جنگ نباشه، هر موضوع دیگه ای که حجم زیادی از مردم رو درگیر کنه من رو هم درگیر میکنه. مثلا شاید یه موضوع مثلا بیماری یک شخص نتونه دغدغه من بشه، مثلا من برم در مورد اون شخص فقط کار کنم، ولی یه بیماری مثلا به عنوان کرونا که حجم زیادی از مردم رو درگیر میکنه، اون موقع دغدغه من میشه. یعنی یک جورایی موضوعی با حجم وسیع بیشتر منو درگیر میکنه تا موضوعی با حجم کوچیک. این دارم تونستم جواب بدم. بله، میخواستم ببینم که اگر جنگی در نگیره، یونس محمد متأثر از جنگ که در حال حاضر نگاه رو چه موضوعی رو برای اساس انتخاب میکنه. ولی گویا بحران در یونس محمد رسوب کرد. دوست دارم نوید مثلا دوست دارم برم فشن عکاسی کنم، خب دوست دارم برم چهره قشنگ عکاسی کنم، ولی نمیبینم. میدونی یه وقتایی کلاه سر خودم میذارم. خب من مشکل من با دنیا یه چیز دیگه است. من تو رو فیزیکی یعنی تو رو دوست ندارم چون مثلا چشم ابروت قشنگه، تو رو دوست دارم چون شخصیتت قشنگه. خب برای همین فیزیکت نمیتونه سر من کلاه بذاره، فیزیکت نمیتونه منو تحت تأثیر بذاره. برای همین آنچه که فیسه، مثلا فیس یه گل زیبا، ازش لذت میبرم، ولی نمیتونه منو به خودش جذب کنه آنچنان که مثلا موضوع عمیق‌تری میتونه این کار رو بکنه. متوجه منظورم هستی؟ حالا نمیدونم این واقعا مشکل منه، من اینجوری بد میبینم، ولی راضی نیستم از خودم. مثلا من هیچ وقت شما منو با دوربین تو خیابون و جاده و اینا نمیبینید، اصلا نمیبینید. دوست دارم ها، به خدا دوست دارم، ولی نمیتونم. ولی آره، به محض این که مثلا یه اتفاقی افتاد، شاید اولین نفری که اونجا ببینی منم، چون حس میکنم جام اونجاست. حالا میتونم یا نمیتونم اون بحث دیگه، آیا از عهدش برمیام یا برنمیام باز بحث دیگه. بلا فاصله بعد از جنگ با بوی تغییر میکنم،
روزمرگی‌های قرنطینه تقریبا این دو آلبوم روزمرگی‌های قرنطینه و هیچ دوستی جز کوهستان آلبوم‌هایی هست که شما از روزمرگی‌های مردم احساس می‌کنید، ولی هر دوی اونها هم در شرایط بحران، یعنی بحران توی عکس‌ها مشهوده، چه در قرنطینه با وضعیت کرونا و بحران پاندمی کرونا، چه در مجموعه هیچ دوستی به جز کوهستان که دغدغه‌های مردم اقلیم کردستان عراق نشون میده، اون وضعیت دائما جنگی که انگار از ابتدای خلقت و همین الان باهاش درگیر بودن. از این بابت سوالم از این بابت بود که ببینم که قرار فقط عکاسی بحران ادامه پیدا کنه، یعنی یونس محمد مانیفستی میده در رابطه با دنیایی که دوست داره، در رابطه با ساختن بهشت موجود روی زمین، علاقمنده که اینجا رو به فضای بهتری تبدیل کنه. به وسیله ویدیومی که داره چه حرکتی انجام میده برای ارزش و برای اضافه کردن یک ارزش روی این دنیای مطلوبش؟ خب واقعا سوال سختیه. من سوال اینه که اصلا تو چیکار میتونی بکنی؟ نمیدونم. من تلاشمو میکنم که چیزایی که خوبه برجسته بشه، بهش بیشتر ارزش داده بشه، چیزایی که بده باز برجسته بشه تا اینکه کمتر بهش ارزش داده بشه. یعنی این چیزا باید برد بشن که ما حجم اون اتفاق رو متوجه بشیم، حالا یا بترسیم ازش، نذاریم اتفاق بیفته، یا اگه خوبه خوشمون بیاد که هی دوباره تکرارش کنیم. میدونید خیلی ها فکر میکنن عکاسی جنگ خیلی خطرناکه، که خب بیرا هم فکر نمیکنن، ولی توی کرونا رفتن عکاسی کردن به مردم، من تو مانیفست و استیتمنت اونجا هم صحبت کردم، خیلی بیشتر میترسیدم، خیلی بیشتر میترسیدم. من از خونه میومدم بیرون، تو منطقه ما اینجوری بود، هیچ چیزی نه تو خیابونا بود نه تو اصلا شهر مرده بود کامل، هیچ کسی نیست و تو میترسی از نبود انسان. میدونی وقتی کجان اینا تو جنگ هستن، تو ترس یه چیز دیگه است، چرا اینا اتفاقی براشون میفته، ولی تو شهر یهو پیداشون نیست، گمن، بعد تنهای اونجا. میدونی از طرفی باز بیشتر میترسی وقتی وارد یک خونه ای میشی، میترسی این مثلا کرونا رو با خودت براشون ببری. برای همین خیلی عجیب تر بود، خیلی ترس داستان کرونا خیلی از این اتفاق برای من ترسناکتر بود. واقعا چیکار میتونم بکنم؟ نمیدونم. یه وقتایی میگم که اصلا من کاری نمیکنم، من سعی میکنم این میدیوم به خود من کمک کنه که من متکامل بشم، چون هیته توان من اون نیست. حالا اگر یکی از عکسای من بتونه تلنگری به یه جایی بزنه که یه اتفاق خوبی رخ بده، خب خوبه. مثلا تو از من بپرسی چیکار کردی، میگم نوید یه روزی من رفتم یه کمپی، یه آدمی دیدم وضعش خوب نبود، عکس گرفتم، بعد مردم فهمیدن اون وضعش خوب نیست، رفتم بهش کمک کردم، این اتفاق رخ داد، ولی این تمام اون حجمی نیست که من میخوام اتفاق بیفته و متاسفانه توانم اون توان نیست. مثلا خیلی فکر میکنم رسالت عکاس اینه که، یا هدفش اینه که با یه عکس یه اتفاقی رو تغییر بده. من باور نمیکنم همچین چیزی صحت داشته باشه، برای تغییر یه مثلا هنجار خوب یا بد اجتماعی با یه عکس نمیتونه همچین کار رو بکنه. شاید یک عکس بتونه تلنگری به یک قسمت یک جریانی بزنه که در یک مدت مثلا طولانی یه اتفاقی رخ بده، ولی حس میکنم باز نیازه که نشون داده بشه. من این عکس ها مثلا 20 تا عکس اینجاست، من شاید از جنگ مثلا 20,000 تا عکس دارم، 20 تاش اومده بیرون یا 20 تاش رو میدم بیرون، اینا رو جامعه حالا دیده یا قبول کرده، و اون هم عکس دیگه رو نمیتونم بدم بیرون. چرا؟ چون شاید کمکی نکنه به جامعه. میدونی شاید هنوز وقتش نیومده، شاید باید وایستم خیلی بیشتر،
ولی واقعا چیکار میتونم بکنم نمیدونم، واقعا من نمیدونم. من حس میکنم این ژانریه که من میتونم توش اولا خودم رو بهتر بشناسم که این اتفاق برای من افتاد. من 40 سال زندگی کردم هیچ اتفاقی نیفتاد، 2 سال عکاسی کردم فهمیدم که این همه سال علکی زندگی کردم، همش خودپرست بودم و به خودم توجه میکردم، ولی الان نه، این نگاه ندارم. قبلا مثلا بچه محله من بیشتر اعتبار داشت یا مورد علاقه بود تا بچه محله بغلی، الان اینجوری نیست. الان مثلا نوید اندازه برادر من، نوید اندازه مثلا همه برام یک وزنن، همه به اندازه هم عزیزن. آره یه چیزایی هست مثلا این مادرت، این خواهرت، ولی اون نگاه دیگه فرق کرده. من نوید رو مثلا به عنوان یه آدم ایرانی یا یه آدم آمریکایی یا نه، این برچسبا رو نمیذارم. من خوشحالم الان مثلا با یه آدم نشستم، با یه انسان نشستم صحبت میکنم. قبلا نه، قبلا من گفتم من یه عکاسم، واو مثلا یه حتما یه برچسب گنده‌ای به خودم میزدم که خودم رو مجزا کنم. نه، و این بالانسی که درست شده از تو نگاه من به جامعه و به مردم چیز اتفاق خیلی برای خودم اتفاق پیروز مقدس و مبارکه. نگاه که عکاسی جنگ اتفاق فروتنانه و بندی که انسان ها رو شاید فروتن میکنه، برخلاف توصیه شما من اگر امکانی داشتم که این کار رو ادامه بدم حتما ادامه میدادم. خیلی ممنونم از طرف خودم قربان برم مجموعه شهر بابت حضورتون توی نشست. همان سپاسگزارم، ببخشید اگر که فدای شما بشم. نه تو کار احساسی به شما وارد کردم. ترجیح اینه که گفتگو اینجا تموم کنم. اگر دوستان سوالی داشته باشن از شما بعد از یه استراحت کوتاهی که کردم. مرسی، قربان شما برم، خوشحال شدم باهاتون، قربان شما برم. مرسی از شما که اینجا حاضر بودید.